با نمایاد خداوند، سرخط یک خبر فوری و مهم از شهر کابل. انفجار و درگیری در کابل، 7 عضو طالبان کشته و زخمی شدند. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید. انفجار و درگیری در کابل، 7 عضو طالبان کشته و زخمی شدند. جمعه شب انفجار و درگیری در منطقه اسپنکلای از توابع حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان، با تایید این حادثه گفته است که در این انفجار 2 تن به طور سطحی زخمی شدند. اما جبهه آزادی افغانستان با انتشار اعلامیه و ویدیویی از جیران درگیری مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که 3 عضو طالبان در این حمله کشته و 4 تن دیگر شان زخمی شدند. در اعلامیه جبهه آزادی افغانستان آمده است که حدود 10 دقیقه درگیری مسلحانه بعد از انفجار آسیبی به افراد این جبهه نرسیده است. در اعلامیه این جبهه آمده است که هدف این حمله یک پاسگاه طالبان در منطقه چهارراهی اسپنکلای شهر کابل بوده و حدود 10 دقیقه درگیری نیز میان نیروهای این جبهه و نیروهای طالبان صورت گرفته است. با این حال جبهه آزادی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای به مناسبت یک سالگی فعالیت خود گفته است که در یک سال گذشته 109 حمله را علیه طالبان سازماندهی و اجرا کرده است. جبهه آزادی افغانستان متشکل از نظامیان دولت پیشین افغانستان است که در اوایل ماه مارچ سال 2022 شکل گرفت و اعلام کرده است که تا زمان آزادی افغانستان از سلطه طالبان علیه گروه طالبان مبارزه خواهد کرد. در حالی که طالبان از شکست نیروهای مخالف خود در افغانستان خبر می‌دهد، اما در روزهای اخیر حمله و ناامنیتی‌ها در شهرهای مختلف افغانستان افزایش یافته است. حملات داعش به ویژه در یک هفته گذشته علیه طالبان شدت یافته است. روز چهارشنبه گذشته تا یک حمله داعش به کارمندان آبرسانی هرات، محمد نادر کاکر رئیس این اداره کشته و روز جمعه گروه داعش ویدیویی از جیران حمله ایشان را نیز منتشر کرده بود. از سوی دیگر هم روز پنجشنبه در جریان یک حمله مهاجم انتحاری داعش به دفتر والی طالبان در بلخ، مولوی محمد داود مزمل والی طالبان در این ولایت که یک از فرماندهان تاثیرگذار گروه طالبان به شمار می‌رفت کشته شده است. با این حال داعش خراسان با انتشار اعلامیه‌ای مسئولیت حمله به داود مزمل را بر عهده گرفته و گفته است که با این حمله انتقام اعضای خود را از طالبان گرفته است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد خبر مهم امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.